سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی همراه شما هستم با مروری بر مهمترین تحولات هفته گذشته. در هفته پیش خبرهای ضد و نقیضی از آزادی 5 مرزبان ایرانی در نشریات منتشر شد که واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی را به دنبال داشت که گفت هر گونه تعدی به مرزبانان ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پرونده فساد 12 میلیاردی یک مدیر دولتی برای حق ماموریت خبر داد و غلام حسین محسنی اژه‌ای همکاری بابک زنجانی با وزارت اطلاعات را افشا کرد و وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که برای دخالت در اوکراین منتظر بهانه بوده است. مایستان بختیاری ما را در جریان آخرین تحولات ترکیه قرار می‌دهد و به 86مین مراسم جایزه اسکار می‌پردازیم، مراسمی که چشم میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان را به تلویزیون دوخت تا شاهد معتبرترین مراسم سینمایی جهان باشند. با ما همراه باشید. در هفته گذشته یک مقام ایرانی در خصوص ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی گفت 5 مرزبان ایرانی سالم هستند اما هنوز آزاد نشدند. و در خبر دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان گفت پاکستان به سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کند. دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با هشدار به گروه جیش العدل گفت هر گونه تعدی به مرزبانان ایرانی با پاسخ کوبنده روبرو می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت 5 مرزبان ایرانی که پیش از این دستگیر شده بودند سالم هستند اما هنوز آزاد نشدند. بخشایش پیرامون شایعه آزادی 5 مرزبان ایرانی که در مرز پاکستان دستگیر شده بودند گفت ایران بحث آزادی این سربازان را پیگیری می کند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در دیدار با رئیس مجلس ایالات بلوچستان پاکستان گفت این گروگانگیری ها باعث سوء تفاهم در روابط ایران و پاکستان می شود و لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. در خبری دیگر محمد حسن آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت اگر جیش العدل به مرزبانان ربوده شده ایرانی تعدی کند پاسخ ما به آنها کوبنده بوده، آنها را از این حرکت و عمل خطایشان پشیمان می‌کنیم. وی افزود جیش العدل هر چه زودتر بر سر عقل آمده و این مرزبانان را آزاد کند، چرا که دولت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق این مرزبانان قدمی کوتاه نمی‌آید و به طور قطع و مسلم اگر به این مرزبانان تعدی شود به شکلی قاطع و کوبنده پاسخ این گروه را می‌دهیم. آصفری به آزادی 11 زندانی ایران در پاکستان اشاره و تصریح کرد بر اساس اخبار واصله‌ای که تاکنون داشته ایم متاسفانه این 5 مرزبان بین جمع 11 زندانی آزاد شده نبودند. وی افزود در حال حاضر با جدیت آزادسازی این مرزبانان را دنبال کرده از طریق دستگاه دیپلماسی کشور و مجلس پیگیر آزادی آنها هستیم. دو روز پیش خبرگزاری دولت ایرنا با تکیه بر خبر یک شبکه خبری پاکستانی اعلام کرد که سربازان ایرانی ربوده شده توسط گروه جیش العدل آزاد شدند و پس از آن خبرگزاری فارس نیز به نقل از سردار جزائری آزادی این سربازان را تایید کرد. امریک ساعتی بعد توسط جزائری تکذیب شد. در همین حال جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده که هنوز سربازان ایرانی در اختیار این گروه هستند و این گروه به خاطر سیستم جنگ‌های چریکی اصلاً دارای پایگاهی ثابت نیست که نیروهای نظامی بتوانند این اسیران را آزاد کنند. در ادامه این بیانیه این گروه تمایل خود را به مذاکره دوباره با مقامات ایرانی نشان داده است و بر خواسته‌های خود مبنی بر آزادی تعدادی از افراد خود که در زندان‌های ایران هستند تأکید کرده است. این گروه مدعی شده است علت کشته نشدن سربازان ایرانی در روزهای اول به این خاطر بوده است که این سازمان به اصول انسانی اعتقاد دارد و حتی زمانی که حکام شرع این سازمان حکم اعدام گروه بانی یکم جمشید دانایی فر را دادند اما باز همین سازمان از انجام این اعدام خودداری کرد. در پایان این بیانیه این گروهک تروریستی هشدار داده است که این آخرین فرصت برای ایران است
که زندانیان این گروهک را آزاد کند. گروه سنی مذهب جیش العدل 19 بهمن ماه مسئولیت ربودن 5 تن از مرزبانان ایرانی را در منطقه جکیگور استان سیستان و بلوچستان بر عهده گرفت. افراد ربوده شده عبارتند از یک نظامی درجه دار و 4 سرباز. جیش العدل میگوید مرزبانان ایرانی را در ازای آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می کند. در ادامه بحران اوکراین، وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که برای دخالت در اوکراین منتظر فرصت و بهانه بوده است. در همین حال ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم عازم اوکراین شدند و روسیه نیز علاوه بر اینکه آمریکا را به مقابله به مثل تهدید کرد، یک موشک قاره‌پیما را هم آزمایش کرد. هفته گذشته ولادیمیر پوتین حوادث اوکراین را غیرقانونی خواند و گفت همچنان ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی این کشور می‌داند. وزیر خارجه آمریکا در سفر به کیف با مقامات دولت انتقالی این کشور دیدار کرد و در میدان استقلال این شهر که نماد اعتراضات مردمی شده حضور یافت. جان کری در دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهور موقت اوکراین تصریح کرد که روسیه برای پیشروی در کریمه دنبال بهانه می‌گشت. وزیر خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی خود در کیف بار دیگر رفتار روسیه در کریمه را محکوم کرد و آن را اقدامی تجاوزکارانه خواند. کری تکرار کرد که روسیه باید نیروهای خود را از کریمه خارج سازد. جان کری افزود که ایالات متحده در کنار مردم اوکراین می‌ایستد و به تعهداتش در قبال این کشور عمل خواهد کرد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از بحران اوکراین پیشروی نظامی در کریمه را قانونی خواند. او گفت این اقدام به تقاضای رسمی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مشروع اوکراین صورت گرفته است. یانوکوویچ نیز در این میان اعلام کرد که از زمان ورود به خاک روسیه پوتین را ملاقات نکرده و تنها با او تماس تلفنی داشته است. پوتین محاصره پایگاه‌های نظامی کریمه توسط سربازان روسی را تکذیب کرد و افراد نظامی حاضر در کریمه را نیروهای دفاعی محلی خواند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخنان پوتین گفت که وی نمی‌تواند با این اظهارات کسی را به اشتباه بیاندازد. اوباما بار دیگر یادآوری کرد که دخالت نظامی روسیه در اوکراین به انزوای این کشور منجر خواهد شد. در تحول دیگر روسیه در واکنش به تهدید آمریکا در تحریم روسیه گفت که با چنین اقدامی مقابله به مثل خواهد شد. سرگی گلازیوف یکی از مشاوران پوتین اعلام کرد که مسکو در چنین صورتی واحد پولی دلار را از معاملات بین المللی خود کنار می‌گذارد و بدهی‌های خود به بانک‌های آمریکایی را نخواهد پرداخت. در این حالت نظام مالی آمریکا سقوط خواهد کرد. اما این سخنان مشاور پوتین ساعتی بعد توسط کرملین تکذیب شد. در واکنشی دیگر روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک قاره‌پیما خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که این موشک بالستیک با موفقیت پرتاب شد و به هدف مورد نظر در یک پایگاه نظامی در قزاقستان اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است آزمایش این موشک با برد 10000 کیلومتر برای تعیین قابلیت آن در گریز از سیستم‌های دفاع ضد موشکی لازم بود. در همین حال واشنگتن اجالتاً مذاکراتی که قرار بود به قصد تقویت مناسبات تجاری فیما بین انجام گیرد متوقف ساخته است. باراک اوباما گفته اگر شرایط کنونی در کریمه ادامه یابد، تدابیر اقتصادی و دیپلماتیک دیگری برای به انزوا کشاندن روسیه به کار گرفته می‌شوند. مسدود کردن دارایی مقامات روس، محدودیت صدور ویزا و تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی روس از جمله تدابیری هستند که وزارت خارجه آمریکا سرگرم بررسی آن هاست. در رویدادی دیگر ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین درباره اوکراین گفتگو کردند. کاخ کرملین گفت در این مکالمه تلفنی مواضع دو کشور نزدیک بود و ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که اقدامات دولتش باعث کاهش تنش و تامین امنیت روسهای ساکن کریمه و مناطق شرقی اوکراین شود.
خبرگزاری های روسیه درباره سخنان رئیس جمهور چین وارد جزئیات نشدند. روسیه و چین هر دو از اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل هستند. حول دیگر گارد مرزی اوکراین اعلام کرد که ناوهای روسی تنگه کرچ که شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا می کند مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز گارد مرزی اوکراین گفت که دو ناو روسی این تنگه را مسدود کردند. ارتش روسیه هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. در همین ارتباط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه هم توافق کردند تازه ترین تحولات در اوکراین را امروز چهارشنبه در نشست فوق‌العاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از بروکسل، ائتلاف ناتو اعلام کرد که نشست فوق‌العاده این سازمان و روسیه به پیشنهاد آندراس راسموسن دبیر کل ناتو برگزار می شود. اوضاع در کریمه در روز شنبه اول مارس با تصویب طرح اعزام سربازان روس به این ناحیه از سوی دومای روسیه متشنج‌تر شد. دولت موقت کیف اعلام کرده که در حال حاضر نزدیک 6000 سرباز پیاده روس در شبه جزیره کریمه حضور دارند. بخش مهمی از ناوگان دریایی روسیه از جمله زیردریایی‌های اتمی و کشتی‌های جنگی روسیه در شهر سواستوپول مستقر هستند. هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی ایران خبر داد در یک پرونده فساد یک مدیر دولتی بدون حتی یک ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت دریافت کرده است. ناصر سراج همچنین از فرار گمرکی با استفاده از جعل سند خبر داد. مسئله تخلفات مالی، سوء استفاده ها و اختلاس ها در ایران به ویژه در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همواره خبرساز بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت 12 میلیارد تومان حق ماموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. ناصر سراج این مطلب را در همایش اقتصاد مقاومتی بیان کرد اما از ذکر نام این مدیر و استان مربوط خودداری کرده و جزئیات بیشتری در مورد این تخلف ارائه نکرد. وی در سخنان خود در این همایش ادامه داد همچنین در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده است عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند. احتمال می‌دهیم ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان برسد. ناصر سراج افسود افراد در این پرونده فیش‌های گمرکی را با استفاده از فتوشاپ جعل می‌کردند. اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی است که حسن روحانی هم اخیراً با اشاره به فسادهای گسترده در ایران گفته بود هنگامی که 3000 میلیارد تومان اختلاس مطرح شد دهانها باز ماند، اما رقم دیگر 3000 میلیارد تومان نیست بلکه 9000 میلیارد تومان است و تازه ما مطمئن نیستیم که همه‌اش همین باشد، بلکه شاید چیزهای دیگری هم باشد که کشف شود و به دست آید. پیش از سخنان حسن روحانی، محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران هم در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران خبر داد که هنوز احکام متهمان این پرونده ابلاغ نشده است. وی با اشاره به اینکه تعداد متهمان این پرونده زیاد بوده است گفته بود برخی از احکام ابلاغ شده و برخی دیگر هنوز ابلاغ نشده. ضمن اینکه یک سری از احکام نیز برگشت خورده است. در همین حال روز یکم اسفند حفیظ الله خاجوی رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از کشف پرونده اختلاس 1,057,000,000 در بانک‌های این استان با دستگیری یک متهم خبر داد. پیش از آن در 17 بهمن ماه دادستان رشت به خبرگزاری فارس خبر داد که متهمان پرونده اختلاس شورای شهر رشت با قرار چند میلیاردی آزاد هستند. علی مصطفوی نیا افسود که تمام اعضای شورای دوره سوم شهر رشت به جز دو نفر درگیر پرونده اختلاس هستند. دادستان رشت به اختلاس شهردار سابق آستانه اشرفیه اشاره کرد و افسود این فرد 300 میلیون تومان از پولی که اختلاس کرده بود برگشت داد که با این کار تبرئه نمی شود، اما حبس آن تعلیق و از خدمات دولتی منع شده است. وی همچنین با بیان اینکه پرونده 600 میلیارد ریالی اختلاس آموزش و پرورش
مورد رسیدگی قرار گرفت و به قطعیت رسید، خبر داد که پرونده‌های غیر قطعی نیز وجود دارد. با پایان دولت محمود احمدی نژاد، تعداد زیادی از پرونده‌های فساد اقتصادی مسئولان و مدیران دولتی در رسانه‌های خبری مطرح شده است. اوایل بهمن ماه سال جاری خورشیدی، وزیر دادگستری ایران از دستگیری بیش از 10 نفر از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران به اتهام فساد مالی خبر داده بود. بازداشت شماری از کارکنان عالی رتبه سازمان تعزیرات حکومتی در حالی صورت گرفت که این سازمان خود به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی در ایران به شمار می رود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اعتراف کرده که بابک زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات همکاری می‌کرده است. بابک زنجانی که با شکایت وزارت نفت در زندان به سر می‌برد، در دوران احمدی نژاد و بر اساس دستور علی خامنه‌ای در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به این کشور کمک می‌کرد. هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور قرار مجرمیت برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران، خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، همکاری بابک زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را تایید کرد. محسنی اژه‌ای گفت بابک زنجانی با این دو نهاد نظامی و امنیتی همکاری داشته و این ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی برای فروش نفت بوده است. پیشتر برخی رسانه‌ها فاش کرده بودند که بابک زنجانی زیر چتر حمایتی نهادهای امنیتی بوده، اما مسئولان جمهوری اسلامی همواره از آقای زنجانی به عنوان فردی مستقل که فساد انجام داده نام می‌برند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت متاسفانه هرچی جلوتر می رویم پرونده ایشان پیچیده تر می شود. محسنی اژه‌ای افسود هیئتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی های انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی در چنین بانکی وجود ندارد. آقای اژه‌ای در ادامه گفت امیدواری مشخص شود که اگر این پولها در آن بانک نیست پس در کجاست. بابک زنجانی یکی از جنجالی ترین فعالان اقتصادی در سال 1392 بود که به علت داشتن رابطه تنگاتنگ با وزارت اطلاعات و سپاه، قوه قضاییه نمیتوانست با وی برخورد کند. محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که پیش از این منحل شده و عده‌ای قصد دارند مجدداً فعالیت این انجمن آغاز شود نیز گفت در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکی نبود، بلکه اقدامات مجرمانه‌ای را از سوی این انجمن مورد ارزیابی قرار داده بود و به همین دلیل موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داد. وی گفت وزارت اطلاعات به همین دلیل نمیتواند شکایت خود را پس بگیرد. اژه‌ای درباره پرونده فساد محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، هم گفت که برای او قرار مجرمیت صادر شده است. وی در عین حال از تعداد اتهامات علیه رحیمی اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که در صورت اطلاع هم نمیتوانستم بیان کنم. به تازگی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به عدم صدور قرار بازداشت موقت برای محمد رضا رحیمی اعتراض کرده و آزادی او به قید وثیقه را غیرقانونی خوانده است. این نماینده مجلس همچنین رحیمی را در پرونده معروف به بیمه ایران علت اصلی توصیف کرده و این پرسش را مطرح کرده چرا او که علت اصلی است آزاد است اما دیگران به زندان افتادند. در همین حال دیماه علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود به سکوت قوه قضاییه در قبال پرونده این مقام ارشد در دولت محمود احمدی نژاد اعتراض کرد که دادستانی تهران در واکنش به این اظهارات علیه او اعلام جرم کرد. در همین رابطه مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، روز 13 شهریور گفته بود که پرونده فساد محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه و برای رعایت مصالحی متوقف شده است. محمد رضا رحیمی که از تابستان سال 1388 معاون اولی محمود احمدی نژاد را بر عهده داشت، از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی و
و سرحلقه بودن باند فساد اقتصادی فاطمی متهم شده است. نام محمد رضا رحیمی همچنین در پرونده موسوم به اختلاس بیمه برده شده و یکی از متهمان اصلی این پرونده در دادگاه گفته است که 1,500,000,000 تومان به حساب شخصی وی واریز کرده است. محمد رضا رحیمی علاوه بر این چندین بار نیز توسط احمد توکلی و الیاس نادران هر دو از نمایندگان مجلس به داشتن مدرک تقلبی متهم شده است. در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به ترکیه و با مهستان بختیاری خبرنگارمان خواهیم بود که ما را در جریان آخرین تحولات این کشور قرار می‌دهد. بالا گرفتن بحران در اوکراین موضوعی بوده که در طی هفته‌ها و روزهای گذشته به دلایل مختلف سیاست خارجی ترکیه رو هم متوجه خودش کرده. حالا گذشت از اون اعتقاد سنتی دولت مردان ترکیه که اوکراین رو دروازه ورود به ترکیه میدونن و یا خارج از مسائل مهم استراتژیک حوزه دریای سیاه، موضوعی که این روزها بیشتر دولت مردان ترکیه با نگرانی خاصی به ویژه رویدادهای شبه جزیره کریمه رو دنبال میکنن، وجود اقلیت تاتار در این شبه جزیره هستش که قرابت‌های نژادی هم با ترکیه دارن. به قول روزنامه ملیت، اهمیت اوکراین از حیث این مجموعه مسائل هستش که آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه بلافاصله بعد از تغییر دولت در اوکراین به این کشور سفر میکنه. البته آقای داوودوغلو در طی روزها و هفته‌های گذشته اظهار نظرهای زیادی داشتن در مورد تحولات اوکراین، از جمله در اظهار نظری گفتن که ترکیه در قبال آینده اوکراین از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود، یا همین چند روز گذشته در دیدار با انجمنهای تاتارهای مقیم ترکیه در پیامی به ساکنین شبه جزیره کریمه گفتن که تصور نکنید که ما نسبت به تحولات اوکراین بی‌تفاوت هستیم، هر کجا که برادر داغ دیده وجود داشته باشه ترکیه اولین کشوری است که در اونجا حضور پیدا میکنه. گذشته از این اظهار نظرهای آقای داوودوغلو در ارتباط با تحولات اوکراین، این هفته روزنامه ملیت ترکیه هم به همین موضوع پرداخته بود و از ضمن اینکه مطلبی رو منتشر کرده بود، در عین این مطلب هشدارها و توصیه‌هایی رو داشت برای دولت مردان ترکیه، به ویژه شاید به صورت ضمنی این هشدار رو میداد که نباید اونقدر مسئله اوکراین باهاش احساسی برخورد بشه و حمایت از اوکراین به سمت و سوی بره که باعث بشه تاثیر منفی بذاره بر روی روابط ترکیه و روسیه. در ضمن همین در واقع مطلبی که منتشر کرده بود روزنامه ملیت به این موضوع هم اشاره کرده بود و توصیه کرده بود به دولت مردان ترکیه که به هر حال بدون آنکه دولت ترکیه آشکارا روسیه رو محکوم بکنه، باید با سیاست روسیه در قبال اوکراین مخالفت بکنه. تاتارهای مقیم شبه جزیره کریمه که این روزها دولت ترکیه با وسواس خاصی وضعیت اونها رو پیگیری میکنه، 12% ساکنین این شبه جزیره رو تشکیل میدن. البته بخشی از اونها هنوز هم در ترکیه حضور دارن و فعالیت دارن. شاید حمایت دولت ترکیه در طی این چند هفته از تاتارهای شبه جزیره کریمه بود که تاتارهای مقیم ترکیه هم دست به تجمع اعتراضی در شهرهای آنکارا، استانبول و قونیه زدن و نسبت به سیاست‌های مداخله جویانه دولت روسیه در قبال اوکراین اعتراض داشتن و مخالفت کردن. به هر حال گذشته از این موضوع، موضوع نسبتاً مهمی که این هفته در سیاست خارجی ترکیه هم به هر حال در به نحو خاص خودش به اون پرداخته شد در میان افکار عمومی، مسئله سفر اخیر آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه به سلیمانیه عراق بود و شرکت در کنگره اقتصادی سیاسی سلیمانیه. ما در گزارش‌های قبلی به این موضوع پرداختیم و می‌دونیم که به هر حال دولت اقلیم کردستان از سال‌ها پیش اختلافاتی رو با دولت مرکزی عراق در رابطه با تقسیم درآمدهای حاصل از نفت داره. از یک سو دولت اقلیم کردستان اعتقاد داره که بر اساس قانون اساسی عراق هر گونه استحصال نفت و گاز در این مناطق در حیطه اختیار دولت اقلیم کردستان هستش، ولی خب دولت مرکزی عراق با این موضوع مخالف است و عنوان میکنه هر گونه برداشت نفت در هر منطقه از عراق که باشه باید با موافقت دولت مرکزی باشه. فراموش نکنیم در همین رابطه هم چند ماه پیش آقای بارزانی سفری رو به ترکیه داشتن و موافقتنامه‌هایی رو با دولت ترکیه به امضا رسوندن. حتی در اون زمان مسئله صادرات گاز اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه به اروپا مطرح بود که با اعتراض شدید دولت مردان عراق هم روبرو شد، موضوعی که در اون زمان تقریبا مسکوت باقی موند و طرفین توافق کردن که به هر حال
با وساطت دولت ترکیه در طی ماه‌های آینده به یک جمع‌بندی در این زمینه هم برسند. در واقع سفر این هفته آقای داوود اوغلو به سلیمانیه در همین رابطه است، تلاش برای برطرف کردن این اختلافات در زمینه تقسیم درآمدهای نفتی میان دولت عراق و اقلیم کردستان. حالا جدای از اون بحث‌های فنی و کارشناسی که در این کنگره مطرح شد، یک موضوع حاشیه‌ای که شاید کل این کنگره رو تحت شعاع خودش قرار داد، مسئله سخنرانی آقای داوود اوغلو در این کنگره به زبان کردی بود که مورد تحسین و تشویق و شاید تعجب همگان و حاضران از جمله آقای هوشیار زیواری هم قرار گرفت. در همین رابطه آقای هوشیار زیواری عنوان کردن که رویکرد جدید دولت ترکیه نسبت به کردها بسیار قابل اهمیت هستش. آقای زیواری اشاره کردن به مسئله زندانی شدن یک نماینده کرد تبار پارلمان ترکیه در سال 1991 که تنها به این دلیل که سوگندنامه خودش رو به زبان کردی ادا کرده بود از سوی دولت ترکیه بازداشت شد و به زندان رفت. و آقای زیواری در این رابطه گفتن این تغییر نگرش دولت ترکیه بسیار قابل اهمیت هستش. البته ما میدونیم دولت ترکیه در طی یک سال گذشته به ویژه در زمینه ارائه بسته دموکراسی تلاش کرد که موافقت‌های رو با گروه‌های کردی در این رابطه به ویژه در زمینه آموزش زبان کردی به دست بیاره. به هر حال این هم موضوعی بود که در این هفته به ویژه از سوی گروه‌های کردی در شمال عراق و ترکیه به اون به شکل خاص خودش پرداخته شد. اما اشاره بکنیم به تحولات داخلی ترکیه که این روزها با حساسیت زیادی دنبال میشه، به ویژه تب و تاب انتخابات محلی که دو سه روزی هم هست. نامزدهای انتخاباتی تبلیغات خودشون رو شروع کردن. این دور از انتخابات از حساسیت بسیار زیادی برخوردار هست، به ویژه برای حزب عدالت و توسعه. حتی همین امروز آقای رجب طیب اردوغان در این رابطه اظهار نظر جالبی رو عنوان کردن و گفتن که اگر در انتخابات محلی سی مارس حزب عدالت و توسعه نتونه آرای مناسبی رو به دست بیاره، او از قدرت کنارگیری خواهد کرد. به هر حال پرداختن به این موضوع رو واگذار میکنیم به گزارشی در هفته آینده و به صورت مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. 86مین مراسم اسکار شامگاه یکشنبه 11 اسفند ماه به وقت غرب آمریکا برگزار شد و فیلم 12 سال بردگی جایزه اسکار بهترین فیلم سال را از آن خود کرد. اجرای این مراسم را آلن دیجنرس به عهده داشت و به نوشته رسانه‌های انگلیسی زبان یکی از بهترین سال‌ها از نظر حضور تعداد ستارگان و کیفیت فیلم‌های رقیب بود. یکی از سخنرانان این مراسم یاردلتو بود که خطاب به مردم اوکراین و ونزوئلا گفت: همین حالا که شما در تلاشید تا رویاهایتان را محقق کنید، ما نیز به یاد شما هستیم. با اینکه صحبت‌های لتو مورد تحسین بسیاری قرار گرفت، اما روزنامه‌نگاران اوکراینی آن را اظهار نظری عجیب و بی‌مورد در میانه مراسمی خواندند که جنگی است بین لباس‌های شیک ورساچه و آرمانی و غذاهای خوشرنگ مهمانی‌های بعد از مراسم. گزارش مهران میرزایی را می‌بینیم که به اسکار و حاشیه‌های آن پرداخته. جایزه بهترین نقش مکمل مرد امسال آغازگر مراسم اسکار بود و به جارد لتو برای بازی در فیلم کلوب خریداران دالاس رسید. لتو که با ظاهری مسیحوار روی سن حاضر شده بود، نخستین سخنرانی این مراسم را انجام داد که رسانه‌های انگلیسی زبان به اتفاق از آن به عنوان خطابه تأثیرگذار یاد کردند. لتو در این خطابه از مردم اوکراین و ونزوئلا یاد کرد و گفت: ما با شما هستیم. کیت بلانشت. بسیاری پیش از برگزاری مراسم اسکار و اهدای جوایز می گفتند که بدیهی است کیت بلانشت جایزه بهترین ایفای نقش اول زن را برای فیلم جاسمین غمگین از آن خود کند، که چنین نیز شد. بلانشت در حالی که از شنیدن اسم خود شگفت زده شده بود، روی صحنه رفت تا تندیسش را از دانیل دی‌لوئیس دریافت کند. او خطابه خود را با اشاره به رقبای دیگرش در این رشته چنین آغاز کرد: لطفاً بلند نشوید. شما خیلی پیر هستید و لازم به بلند شدن نیست. بلانشت در خطابش از وودی آلن، کارگردان فیلم جاسمین غمگین و دیگر رقبا نیز تشکر کرد. هیچ کس گمان نمی‌کرد کیت بلانشت که اسکار بازیگر بهترین نقش اول زن را در سال 2014 به خود اختصاص داد، در نقش سیاهی لشکر در یکی از فیلم‌های مصری ظاهر شده بود. و
بر پایه آنچه که در رسانه‌های عربی و خارجی منتشر شده است، آغاز فعالیت هنرپیشگی کیت بلانش در مصر بود، هنگامی که برای نخستین بار در سن 18 سالگی به این کشور رفت. بلانش که متولد سال 1969 است، اکتبر سال 2013 در حاشیه تجلیل از فعالیت‌های هنریش در جشنواره سینمای نیویورک گفته بود که فعالیت هنری خود را با بازی در یک فیلم مصری در ازای 5 پوند مصر آغاز کرد. فیلم جاذبه توانست اسکارهای بهترین ترکیب صدا، بهترین مونتاژ صدا، بهترین فیلم برداری، بهترین مونتاژ، بهترین موسیقی متن و بهترین جلوه های بصری را از آن خود گزند. گذشته از این، آلفونسو کوارون توانست اسکار بهترین کارگردانی را نیز برای این فیلم از آن خود کند. And the Oscar goes to Lupita Nyong'o. به نوشته هالیوود ریپورتر، لوپیتا نئونگو بازیگر فیلم 12 سال بردگی و برنده اسکار بهترین ایفای نقش مکمل زن، ستاره مراسم آن شب بود. این بازیگر با لباس آبی کمرنگش، خطابه ادبی و فاخرش و رقصش همراه با ترانه خوشحال در مراسم اسکار امسال درخشید. And the Oscar goes to... دوازده سال بردگی داستان زندگی یک سیاه پوست آزاد که روبوده و به عنوان برده فروخته می شود، اسکار بهترین فیلم را در 86مین جوایز سینمای اسکار از آن خود کرد. استیو مک‌کوئین نخستین کارگردان سیاه پوستی که فیلمش اسکار بهترین فیلم را برده، این جایزه را به تمامی کسانی تقدیم کرد که رنج بردگی را کشیدند. پینک در مراسم آن شب و برای ادای دین به 75مین سال ساخت فیلم جادوگر شهر اوز، یکی از خاطر انگیز ترین ترانه های جودی گارلند با نام جایی پشت رنگین کمان را اجرا کرد. جنیفر لارنس برنده اسکار بهترین ایفای نقش اصلی زن در سال 2013، سال پیش زمانی که برای دریافت تندیس خود از پله ها بالا می رفت به زمین خورد. لارنس لباس دیور به تن داشت و لحظه زمین خوردن او با این لباس بدل به یکی از عکس‌های تبلیغاتی کمپانی دیور شد. او در اسکار امسال نیز باز زمین خورد که توییت‌های بسیاری به دنبال داشت. ماتیو مکانهی جایزه بهترین بازیگر مرد را متیو مک‌کاناهی برای ایفای نقش یک بیمار مبتلا به ایدز در فیلم باشگاه مشتریان دالاس به دست آورد. مک‌کاناهی برای بازی در این فیلم بیش از 20 کیلو وزن کم کرد و 6 ماه از خانه بیرون نرفت تا پوستش رنگ پریده شود. Thank you.
با این گزارش به پایان برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می‌شود. اگر موفق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما رو می‌توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.